اه... تاندر داداش چطوری؟ خوبم چطوری؟ خوبی آقا چاکریم یه معرفی ریز میکنی هی شرمنده میکنی یا دو دقیقه میوت کردم محمد. هی دانیال. ریخت و پاش میکنی اسم چی بود؟ دانیال, دانیال به دانیال بچه کجای چند سالته؟ تهران کجای تهران؟ محمودیه محمودیه؟ پارک فیلز، سمت روی آره میدونم کجاست مهمودیه یه آره رو هم کجاست اشترال زیاد میگه اینجا دیگه، میزین میگه زعفرانیه زفرانیه اون وره دیگه، آره بله 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 نزدیکای پالادیوم درست آره، خواب مهمودیه، 17 ساله تا رنگ کورورت هم میتونی به بگی؟ گاردیان سه هم گاردیان چهار شوش. بودم رفتم گاردیان دو و بعد اومدم گاردیان سه ایوه الان گاردیان سه خواه؟ آره اه... بعدش پوز پنج هم پوز پنج بحبه بح. کوچه پوز پنج دلم تنگ شده بود خدایش فانتوم میگفت الان نرمیم گه این پلایت ببینه چشمش میسوزه بشه جدی؟ این آره. فانتوم کیه بیارش دستش رو بگیر بیارش بباد ببینیمش بزار پس من کوچینگ رو بکنم گاردین سه گیمر رو بردیم اشکار نداره نه لوز و وین ببین ریپلی که من میدی یا بر راجبش سوالی داشته باشی یا اینکه مثلا احساس کنی اوکی که خیلی خوب بازی کردیم ولی مثلا زورم نرسید باختیم یا همچین چیزی یا حالا گیم من بردی ولی احساس میکنی خوب بازی نکردی چی یا یه سری کارهای دیگه با هم میکردی تو گیم ایراد نداره دقیقا همچنین اصلا سر تو کی بودی؟ تان درستان ویشکتر تان چی؟ ویشکتر آه ویشکتر آه تان در آه اینه اینه خلق اه... دایر در روی بیل بیلدم اگه میشه صحبت کنی مانگو فلان خیلی خوب بعد بوت آرکین بوت اوکی گلیمر اوکی آقانی اوکی سپتر ریفرش شاردم که احتمالا خریدی دیگه چه شاردش اوپیه هیرو ببینم شاردم خریدی آره. خب آیتم که اوکی حالا بعد ببینم تو بازی چیکار کرد آیتم چشم سوزان نبود معمولا فقط یه مجیک استیک کم داره دیگه استیک خیلی آیتم خوبیه حالا یا استیک یا وند همیشه میرسه به ساپورتر خیلی کم پیش میاد که ساپورترا وند نخرم چون که خیلی ولیوه براشون که نمیرن معمولا نمیخرم چرا وند دوست نداری؟ خیلی آیتم اوپیه که یادم بری استفاده کنم <applause> خب نه از این به بعد یه میشن جدید برات میذاریم که وند بخری حتی دکمش هم یه جای همیشه یکسان بذاری یعنی مثلا همیشه بذاری پایین سمت راست یا همیشه این یعنی دکمه وند جدا باشه که یاد بر آ... چون که خیلی آیتم مهمیه برای زنده موندن خیلی کمک میکنم ببین آیتم های ارزون مثل مجیک uhm, فند مثل ریندراب دیگه مثل مثلا یه دونه بریسر یا یه دونه ریت بند نمیدونم اینا آیتم های ارزونی که ساپورترا ها میخرن که نمیرن و در یا مثلا مثل پاویس که تو چیز داره فلافی هت داره اینا هم آیتم های خیلی قوی یعنی بخوای بخری پاویس میخرن فلافی هت این نمیدونم 175 تایی دو تا دونه آرمور اینا چیز خیلی ارزونیه که ساپورترا رو کمک میکنه که نمیرن و خب ولیو ترین توی همه این آیتم ها ونده خب ما کجا بودیم ریپلی رو بریم بیاریم آه ایناش خب بریم ببینیم تو بازی چیکار کردیم بیاد نسوز چی بذارم؟ بگم چشات نسوزاگی آگی میشه من در خداوند گیمپلی خودم میبینم چشام میسوزم منظور چیه؟ واسه ببینم شما دایر این دیگه اوکی نوزه پشمان بخوا. اوکی لول تو با چی میگیری؟ با دست میگیری یا با کیبورد میگیری؟ دست همونجوری با دست آه، کیو دویدیو یاری؟ با میتونستی با کنترل ای میتونی لول بگیری به جای اینکه با دست بگیری کلا میام نه نه اگه بگیری کنترل ای یا کنترل دبلیو و کنترل کیو لازم نیست موسو تا اینجا بیاری لول رو بگیری بعد دوباره موسو بری مثلا لول بزنی و اگر اینو بدونی نیازی نیست الان لول بگیری بسته به شرایط لول میگیری یعنی مثلا یهو دیدی اومدن رو تو مجبور شدی هیل بگیری روشن کنی زنده بمونی یا مثلا استانشون کنی فرار کنی یا استانشون کنی بکشی مثلا بسته به شرایط لول میگیری <تصفح> اگه بتونی با کنترل لول بگیری پس یاد نره اگر اینو اضافه کنی میتونی تا زمانی که یه لولی نیازش نداری اصلا لولی نگیری یا حتی لول آپش نکنی هر موقع احساس کردی یه لولی نیاز داری اون لول رو بگیری بزنی مثلا کنترل کیو رو بزنی بعد کیو رو بزنی گرفتی <تصفح> اوکی من خودم این کارو میکنم تو گیم پلی دقت کنی اوکی؟ پلی من اونه زیاد دیت نم و سمین دیم هم باید کنم دیت نم هم بهت میگم اوکی خب من کلن راجب این قضیه این که دده اوکیه خب اصلا من کاری به این دده ندارم خب من میخوام جدا از دده باهات صحبت بکنم راستی این آیتم اینو ای 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 ویدیو ما دیدی که دوتا بلاد گرینیت میخری بعد دراب کنی برداری نه نه بزا همین تا اینجا این می چیزی بهت نشون بدم یه مشکل داره اینم یاد بگیری چون دوتا بلاد گرینیت میخری میگم ما بودیاری که میگی که مثلا تو مثلا کم میده نه نه HP کم میده؟ اشپیو کم میده آره. یادم راست دیده بودم آره ببین اینجوریه این 560 تا اچ داری الان دو تا میخری بعد بشه 660 بعد نمیشه میشه 610 خب بعد تا اینو یه دور بندازی زمین برداری تا بشه 660 همین اینو این یاد نره الان 50 تا اچ رفته تو پاچت گفتم در جریان باشی خب برای فقط وقتایی که دو, میکنو, دو تا بلاد گرینید میخری یا یه کار میکنه اوکی دوتا تا میخوای بخری متاسفانه من... ها مثل لینکنه مثل لینکنه که لینکنه که مثلا بعد یه دور بندازی ورداری تا اولویتش عوض شه اینم یه جور دیگه است دیگه اینم به دلیل دیگه بعد بندازی ورداری الان تا 50 تا اچ پی کم داری تو لاین اوکی این میره تو پاچت ای بابا این که میرفت جلو چرا نمیاد برام بذار بیاد این چی شد باک شده چرا اه آها درست شد پلیر بیو اوکی خب ببین تو الان اومدی توی یه لاینی که دو تا برنچ داری دو تا بلاد گرینیت داری مانگو داری و تانگو کارت به عنوان ساپورت اینه که هرست کنی که کری بتونه یعنی بیسیک ساپورت ایناست که این کمپ رو بلاک کنی که اونا پول نکنن این کمپ رو آن بلاک کنی که بتونی خودت اگه لازم شد پول کنی که لاین رو بالانس کنی خب که بتونی لاین رو بالانس کنی این میشه بیسیک که ساپورت برات تو ده ثانیه گفتم حالا الان لاین بالانسه یعنی لاین همون جاییه که شما میخواید لاین اینجا نیست یا لاین اینجا نیست لاین اینجاست خب حالا که لاین اینجاست تازه داریم ویدیو گیم رو بازی میکنیم تازه داریم گیم درست رو بازی میکنیم حالا گیم درست چیه؟ تو با, با عنوان ساپورت باید بدونی که جلویی ها چه هیرایی هست خود چه هیرایی نقطه قوت ها اونه چیه نقطه قوت های خود چیه حالا هر چی رنکت پایین تره چه حالا مثلا گاردین رنکت گفتی من خیلی چیزای عجیب غریبی نمیخوام که راجب لاین بدونی خب تنها چیزی که هیرو رو که دیگه میشناسید شارم اکثرا دیگه همه رو میدونی لولاشون دیگه خب تو اولین چیزی که باید بدونی توی لاین اینه که چطوری تو میتونی بمیری یعنی مثلا هوک بشی یه دونه یک بزنه آیا میمیری هوک بشی دو بزنه میمیره میمیری یا مثلا هوک بشی یک و دو اینو هوک و رات و همه اینا رو بخوری میمیری چه جوریه تو ممکنه لولی که ساپورتی باشی که مثلا میگم اگرم هوکت کنن تو یک بگیری استانشون کنی بری برات مهم نباشه هوکم بشی اصلا نکته ای نداره خب واسه همین من اینطوری هم که به چندین دلیل من خودم به شخص تو این لاین لول ایکس ای نمیگیرم چون اگه سه بگیری مثلا میگم هوکشی دیگه از خود دفاعی نداری میفهم چی میگم بیا نمیتونی استانشون کنی آره یا ایرادی نداره تو میتونی این سر بگیری ولی حواست باشه دیگه که آقا من اگه هوکشم داستان میشم این این چیزیه که تو قبل از اینکه بلایی سرت بیاد و بهش فکر کنی یا حالا یه بار اون بلا سرت اومد دیگه از بعد حواست باشه آقا دوباره هوک نشم من هوکشم میمیرم چی میخواستی بگی من این نکته بگم من اولش که من تو بازی بات بازی میکردم تو بازی یاد بگیرم دیگه بعد این فانتوم باج من دیگه پاش پاش ترسیدم نمیتونم دیگه جلو کاش بازی کنم خب پاج اصلا خود لول یکش که اصلا هیرو نیست یونیته اصلا پاج خیلی هیرو ایزیه تو لینی جلوش یکی یعنی از ضعیفترین لین راست تو بازی شخل ترسک باشه ولی تو لاین تا زمانی که کریپ هست این هیرو یوزلسه یعنی تو میتونی روش راید کلیک بذاری آرمورش یکه هیرو یعنی احمق ترین هیروه و مثل سگ میتونی بزنی تو سرش و راتش هم روشن کنه بیاد رود به خودش دمیج میده یعنی اینجوری نیستش که فقط به تو دمیج میده خودش رو خودتو داره دمیج میده اگه تو دمیجت بیشتر باشه تو میزنی پارش میکنی یعنی هیچ آدزی نداره پاج اصلا ازش نترس تنها نکته ای که پاج داره هوکشه که تو همیشه بعد خود تو حواست باشه که توی یه پوزیشنی باشی که این به راحتی نتونه هوکت کنه یعنی یا چیزی بلاکت کنه یا واسه تو کریپا بازی کنی یا هرچی یا نه استان بگیر اصلا هوکتم هم کرد استانش کن برو چیکار میخواد بکنه نمیتونه بیفته دنبالت که هیرو باید حتما به چسب بهت اگر نه چسب بهت هیچ قدرتی نه از راه دور هیچی نداره یه بار هوک میزنه تو استانش کنی بری دوباره همون آشنا همون کاس است دوباره تو میزنی تو سرشون بر نگاه کنه یعنی پاچ خیلی ضعیفتر از چیزیه که فکر میکنی اه... توی لاین دابل میلی ویچ داکتر به شدت قویه یعنی زمانی که دوتا میلی جلو تن تو به خاطر اینکه رنجت 550 اتک مفت تا دلت بخواد میتونی به اینا زیاد بدی برتری رنج به میل داری یعنی تو میتونی یه عالمه اتک به یارو بدی بدون اینکه اون بتونه به تو جواب بده ترید یه طرفه میکنی با یارو یعنی تو اتک میدی اون نمیتونه بک بده اگه بیاد سمته تو فرار میکنی بعد دوباره اون بعد فرار کنه بعد موقع فرار کردن تو برمیگردی دوباره بهش اتک مف میدی وقتی هر دو تا اینطوری میلین خیلی تو هیروت قویه یعنی تو رسما این لاین اون میکنی درسته وید خیلی کریه وحشتناک اگرسیوی نیست خیلی به درد نمیخوره وید اسپکتر کریه اینجوری مثلا مثل ریت کینگ نیستن استان داشته باشن یا مثل لایف استیلر نیستن اسلوکان رو بیفتن دنبالش یا چرا فانتوم اساسی نیستن وای دیگه یه بیا درد نخوره هیروش لول ولی تو خود تک به دو اینا رو میزنی چون رنج به میلی و میگم زمانی که میتونی مثلا لول استان تو بگیری با خیال راحتی تو بذاری رو این دوتا حالا اگر هم اومدن رود استانشون میکنی میری اقا استان تو حتی میتونی اگریسیو هم یوز نکنی خب یعنی چون اتک مفت داری به اینا میگیری دیگه استان تو نگه داری یه درصد هوک شدی یه درصد این لولاشو کامیت کرد رود هرچی شون کنی بری عقب دوباره روز از نو روزی از نو هی می تو سرش توی این لاین فهمیدی بعد چیکار کنی دیگه جلو اینا بله یه همچین اتفاقیه ویچ شاکتر یعنی الان تو که این که زد اتک مفت بده اتک مفت بده حتی میگم سه هم لازم نیست اتک مفت تا دلت بخواد میتونی بدی و اینجا که تو میای یاد نره جلوی دابل میلی گفتم برتری تو اینه که تو از دور اینا رو میزنی از دور اینا رو میزنی اینا نمیتونن جواب بدن وقتی تو یه همچین رنج رو انتخاب میکنی برای اتک دادن تو همیشه در خطری از اینجا تا اشتباه کردی یعنی تو اینجا دلیلی نره اینو بزنی مثلا تو تا الان اینو زدی واسه میزنم آقا تو الان اینو زدی تو سرش ببین الان این اومده خودش آت پوزیشن کرده این اومده خودش رو بین شما دوتا قرار داده این اگه بخواد از اینجا برگرده حداقل چند تا اضافه تر میخوره میدونی چی میگم زمانی که تو به عنوان ساپورت لای دو تا هیرو انمی قرار میگیری یعنی آت زمانی که تو داری یه نفر رو میزنی ولی دوتای تای اونا دارن تو رو میزنن این همیشه لوز میکنه لاین فهمیدی دو. ممکنه این اتک تو اتک بزنه ویدو ولی تک به دو که شما رو نمیزنه هیچ هیروی تک به دو نمیزنه پس هیچ وقت خودت نباید تو شر تک به دو قرار بدی این الان اشتباه کرده نتیجه اشتباهش هم میگیره ببین یه هیت دو هیت نتیجه میبینی که هرست شد پاره شد فلان شد خب نمی‌بینی؟ الان شما دوتایید با این دوتا حالا که تو میای اینجا حالا تو این اشتباهو کردی حالا توی وسط اون دوتا به محض اینکه این کریپو ول کنه بیاد رو تک به دو این گرفتی چی شد این موو غلطه این یاد نره این با هر ساپورتی غلطه ربطی هم خیلی ویچ داکتر نداره زمانی که تو خودتو تک به دو میکنی غلطه می‌بینی؟ اصلا تو نباید تو رنجی باشی که تو هیت بدی اون هیت بده تو فقط هیت مفت میدی به یارو رنج به میل هیت ترید میکن و, و اینجا به خاطر اینکه تا برگردی هوک میشی چرا چون باز تک به دوی یعنی این هوکه ایراد نداره هوکه رو خوردی فدا سرت ببین چی باعث شد که این هوکه رو بخوری خب ده ثانیه قبلش تو یه موو بد دادی این موو بد رو نده الان به جای اینکه دیگه چیس کنی اینو بزنی به جای اینکه بیای اینور واسه این ور همین پاجه رو بزن اینو نصف کردی حالا پاجه رو نصف کن واسه بغل ویدت که اگرم هوک شدی یا هرچی ویده بتونه ازت دفاع کنه ویده اینجا نباشه تو هوکشی اینجا میفهمی چی میگم پس تو تا زمانی که اینجایی در امانی اینو بزن نصف کن اینو بزن نصف کن اومدن بزن دوباره یک سومش کن هی بزن هی بزن هی بزن بغل اینم واسه تو بخور هرس کن هرس 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 این این بده همین گرفتی شد برو بریم برو بریم اینجا مردی خدا سر دوباره ریسپان عادت نداری تیپی تو با چیز یوز کنی آها بعد این این چیزم وردار این سنتر کامرا آن ریسپان رو تیکش رو بردار اه. کوشش از پیداش کنم اسکینشک سنتر کامرا آن ریسپان داشتیم اینجا او. آ سنتر کمر آن هیرو آن ریسپان اینجا میبینی؟ بله اینو وقتی ور میداری ظاهر میشی صفت نمیاد اینجا بعد ببین ها چه اتفاق میفته تو الان صفت میاد اینجا بعد تیپی تو باید جای تیپی کنی اینجا رو مینی بدون اینکه اونجا رو ببینی این غلطه هیچ وقت تیپی نکن جایی که نمیبینی همیشه اول ببین اینجا رو بعد انتخاب کن که مثلا اینجا تیپی کنی اینجا تیپی کنی اینجا تیپی کنی, اینجا تیپی کنی، کجا تیپی کنی جلوتر جای ممکن تیپی کنی اما مینی مپ هیچ وقت تیپی نکن همیشه کلیک کن اونجایی که میخوای تیپی کنی یا ببین بعد تصمیم بگیر کجای اون تاور تیپی کنی چون تو یه دایره خیلی بزرگ حق انتخاب داری برای تیپی کردن گرفتی شد و خب اگر عادت کنی تیپی تو با کیبورد بزنی که خیلی بهترم هست اینکه اینجا هم سنچی دو داشت. اینو ببخشید اینو میوت کنم کسا جون مرسی خب اینو یه صدای آلیار تمام کم کنم این یه بار هوک شدی انگار چشه ترسیده با. این یه بار هوک شدی دیگه نمیتونی بری جلو هر از کاری میترسی در صدی که هیراد اصلا اینا نمیتونن کاری کنن هیروی تارو. تو رو تو واسه اینجا هیت بده بهشون هیچ کاری نمیتونن بکن این یعنی الان میتونی هیت بدی بهشون راحت الان که هوک نداره که دیگه باید بری تو صورتش یعنی الان که اصلا دیگه باید نانستاب 600 تا اتک بدی بهش بزن بزن میبینی اینجاها داری بازی می‌کنی یه بار هوک شدی قشنگ معلومه چش ترسیده وقتی هوک نداره قشنگ کولدان شو بدونی الان هوکش کولدانه هیت 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 رنج به میلی الان هم همه اینجا باید هیتش بدی پاجر رو دوباره باید اینجا یه هیت دیگه بهش بدی دوباره الان بعد یه هیت دیگه بهش بدی دوباره بعد یه هیت تا الان چهار تا هیت ندادی تا با اسپل شروع کردی چهار تا اتک اچ پی از انقدر میکنه انقدر اچ پی ترین تا از انقدر میکنه تقریبا انقد ازش به شروع میکنه. سوم شروع میکنی. چهار تا هیت خیلیه. نی هیت کم میدی. دوباره لولات زدی به جای اینکه هیتشون بدی میری عقب. اینی میری عقب. واسه هیت بده. واسه اینجا پشت کریپر هیت بده. واسه اینجا هیت بده. واسه اینجا هیت بده. پاچم نمیتونه کاریت کنه. چیکار میخواد بکنه؟ با بعد بیاد تو صورت. الان آره الان چون رفتی عقب خطرناک شده پوزیشنات. ولی اینجا اصلا هوکم بهش کاری نداره. هوکت کرد، وامسی می میزنی. اصلا چیز نداره ترس نداره این این خ... این, این بدبختو تک به دو کردی با این پوزیشنت اینجا جایی که شما بعد دو به دو باشین بزنین تو سر پاجه این شده تک به دو نه بپره هیت 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 ببین پشت کریپا به شیت دادی ببین کیریپا هوک کرد نتونه سوکت کنه الان این سر این هوک که میست داده ست تا مو تک بهش بدی همین باید یه هیت بدی موو بدی بیا جلو یه هیت دیگه بدی موو بدی یه هیت دیگه بدی می‌بینی آفرین همین کار آها نارنجا که تم فکرم نه خود دو دوباره میای این ور اصلا نمیخواد این کار بکنی واسه اینجا جرعت داره بیاد جلو کریپی کنه بزن تو سرش نایمت جلو ویدت داره فیری فار میکنه واسه دی اینجا دیگه نگهبانی پلاس که یادت رفت اینجا رو مین سه خیلی مهمه یعنی مین سه تو اصلا باید واسه اینجا به ویده بگی آقا پوش بده پوش بده بریم اینو برداری حالا بعدا لاینی که پوش دادی و میری پول میکنی ولی این لوتوس خیلی مهمه خیلی مهمه یه مانگو و یه فیری فایر با همه لوتوس مشکل توی لاین اینه که خیلی کم هیت میدی خیلی کم هرست میکنی مثلا بعد در ثانیه به یارو یه دونه هیت بدی ولی هر 6-7 ثانیه یه هیت میدی یعنی تقریبا به جای 6 تا هر 6 تا اتاکی که بعد بینا بدی یا یه دونه هیت بهشون میدی آن اوریج دارم بهت میگم میانگین دارم بهت میگم این الان اینا میبینی دارن لین میکنن این ترینت چطور اینجا واسطه ولی از تو تو سری نمیخوره این باز نیستی حالت فکر کنم الان دیگه داری میری برای پول آره خلق اوکی خب بهت بگم یه چیزی رو ساپورت وقتی پول یکی از چیزهایی که ساپورت باش پول در میاره، پول در میاره پول کردنه پس به هیچ وجه این پول ول نکن وقتی تو داری پول میکنی هر اتفاق این ور بیفته دیگه مشکل اونه میتونیش بگی آقا من دارم پول میکنم مراقب باش اینجا تو گلد تک تک اینا رو بعد بگیری و واسی لستید بزنی چون گلد و اکسپی اینا رو بعد بگیری نمیتونی پول کنی ول کنی بیا اینجا خب بگو من داریم روزم با فانتوم فانتوم کریم میشینم من با گوست اینه فانتوم نه این که الان فانتوم نیست فانتوم بعد از گیم مثلا وقتی که اینا رو میخوام بزنم یک کجایی باید به اینا رو اتک بده مثلا این... بعد بیم اینا روی رو 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 ای فارم کنم بله بله بهش بگو نمیام واسه عقب باشی اون باید واسه عقب چون که تو داری لاینه براش ست میکنی ببین لاین پوش شده تو داری پول میکنی دیگه خب حالا تو دو حالت داره یا یه جوری اینو استک پول کردی که کل این ویو دینایشه استک پول خب خیلی خوبه وقتی میکنی کل این ویو یا فقط سینگل پول کردی ولی ایتکو رو میذاری که در سریع ترین حالت ممکن این ویو بمیره که اینا نیان زیر تاور اینا مثلا این ستا کریب مردن اینم هم سریع اینا رو بکشی که اینا زودتر بیان اینجا همدیگر رو اگه یه ذره اینا طولش بدی کشتنشو اتفاقی که میفته اینا میان زیر تاور این تازه تموم میشه بعد اینا میرن زیر تاور با این ویو درگیری میشن بعد دوباره لاین پوش میشه گرفتی شد پس تو یا باید این, این ویو نصفه پول کنی یعنی مثلا یه جوری اتک بخوری از اینا که دو سه تا همه این ویو اگرو نشن یه دونه یا دوتاش برن بعد این دوتایی که مونده رو کامل دینای کنی یا اینکه ایراد نره فول کامل پول میکنین و ولی اتک میذاری که زودتر اینا بمیرن زودتر اینا بمیرن که این ویو و ویو با بعدی اینجا دوباره درگیرشه گرفتی چی میگم نه. خیلی خوب الان تو اصلا کلا گلد و اکس بی اینجا رو ول کردی بعد خیلی خفنه این یارو فارم هم نکنه داره سولو اکس بی میگیره وقتی تو نیستی وقتی تو میری اینجا دوباره اکس بی رو نصف میکنین اکس بی اینجا رو حروم میکنین تو از این سولو اکسپی بگیری اونم از این سولو اکسپی بگیره خیلی جلو جدا از اینکه تو فارم میکنی پولم در میاری یعنی پول اینا مال توه پول اینا کامل مال توه اوکی اینو نوبلش کنی این الان حیف شد این الان شد هیف شد. هیف شد دوباره این خراب شد بعد یه چیزی بهت بگم ببین وقتی سری نمرد چی میشه این ویده اگر نمی... ویو اینجا نگه نداره این کلیپ ها میومدن زیر تاور درگیر میشن فهمیدی چی شد درصدی که تو اگر اونو زودتر اتک بدی خود به خود اینا زودتر میان اینجا هم رو میبینن این الان این ویو دیر کرده چرا؟ چون کسی اینو نزده خودشون ویو خودشون این کمپ و زدن میشه حسیه پاجه ول نکنی یا لوتوس تا میره بر نداشته خب یه چیزی بگم این کارم نکن این کارم نکن نکنم چرا اینجا نباید استان بزنی؟ به نظره چون کی... چون کیری بقلش زیاد استان نمیشه اون چه هست آره کریپ که بغلش زیاده خیلی شانسش کمه ولی به جز اون کلا طرف توی رنج تو و قابل دسترسه هنوز فرار نکرده از دستت خب استان کردن ببین این لول تو دمیج میده و استان میکنه استانه به چه دردی میخوره که اگه یارو خواست فرار کنه نتونه فرار کنه واسه تو بتونی باز با اتک بزنیش یعنی این درسته این لول مثلا پن... ده تا دونه دمیج با... میده با هر بانس ولی تو اون 10 تا دمیجه رو نمیخوای که تو اون 10 تا دمیج رو میخوای به علاوه این که یارو استان بشه که تو بتونی بیشتر اتکش بدی حالا من حرفم اینه که یارو اینجا واسده already اصلا اینجا هست و تو داری اتکش میدی نیازی نداری که بگیریش تا زمانی که یارو شروع کرد فرار کردن از رنج داشت خارج میشه میشه تازه استانش میکنی خب و اینکه خب الان ها خیلی زیادن دقیقا حرف که زدی درسته الان حالا بزنی احتمالی که باونس بک بشه اگه اینجا مثلا دوتا کریپ بود آره همون اول میتونی بزنی استانتو هی بینشون بچرخه ولی بازم همون اول نباید بزنی یه دونه هیت میدی ببینی چیکار میکنه دوتا هیت میدی شروع کرد از این کریپ جدا شدن تازه استانتو میزنی گرفتی؟ این خیلی مهمه ده. توی لول یوزجت بسیار بسیار مهمه خیلی تاثیر اسپلایی که میزنی و بیشتر میکنه تو بعد جوری اسپل بزنی که اون استانه اسلوه باعث بشه تو چهار تا اتک بیشتر بزنی نه اینکه تا تو رنجت تپ استانش کنی تا وقتی تو رنجت اتکاتو بده شروع کرد فرار کردن استانش کن یا مثلا شروع کرد زدنت استانش کن که مثلا حالا نمیری میدونی چی میگم تا زمانی که مفت میتونی بدی اتک مفت بده اتک مفت خیلی کمک میکنه یعنی اتک مفت رو دادی مثلا کردی الان از دستو فرار میکنه الان تازه بعد استان شه میدونی چی میگم که چهار تا اتک مفتم اینجا با اتک مووش بدی خیلی مان. دو تا از خب دیگه خبری نیست اینا رو کجا رفتی؟ میبینی بازم تیپی میکنی بدون اینکه نگاه کنی اینو سعی کن که درست کنی اول نگاه کن اون جایی که میخوای تیپی کنی و بعد انتخاب کن چون تو از رو مینیمم هم دقیقا نمیفهمی کجا این تاور میای شاید یه موقع لازم باشه پشت این درخته دقیقا تیپی کنی که نبینن تیپی تو شاید لازم باشه تو جلوترین حالت ممکن تیپی کنی چون دارن فرار میکنن از اینجا نیای انقدر مسیر رو را از همون اول از همین جلوی جلو تیپی کنی که آه... میبینی این خوب نیست چرا, چرا خوب نیست به خاطر اینکه تو لولاتو زدی یارو رفت تا جوری بعد لولاتو بزنی که یارو نره یعنی مثلا سه تو به هیت تو بزنی سه تو بزنی تازه خاص بک بده استانش کنی تو استانتو زدی استانت وانس شده تموم شده سه تم زدی هیچی نداری بگیریش یارو راه رفت این راجع به همه ای ساپورتراسا ها یعنی فقط راجع به ویچ داکتر نیست تو مثلا ونج فولی فکر میای یه بولت میزنی یا میره این این بولت بدیه بولتی خوبه که تو یه هیت بدی یه بولت بزنی سر اون بولت دو تا هیت دیگه بهش بدی قشنگ بولت نه بعد فقط هفتاد تا دمیج بزنه بعد هفتاد به علاوه ای دو تا اتک تو دمیج بزنه الان من دیدم الان کلا این چیز تو این لول تو ببینیم چند تا مثلا باعث شد چند تا هیت اضافه تر بخوره اتکاتو بشمور اتکاتو بشمور ببین تو الان اینو زدی اتک ندادی اینو زدی اتک ندادی درصدی که درست چیه اتک بدی سه بزنی اتک بدی یک بزنی اتک بدی اتک بدی اتک بدی, اتک بدی. این چهار تا اتک این وسط میز شد این ببین تو فقط همینو درست کنی لینا تو اون میکنی یعنی لینا تو پاره میکنی تو اتک هیرو تو اگر بدونی چقدر میارزه تو ترید اون اون خصوصا اتک هیرو رنج مثل ویچ داکتر مثل دیسراپتر مثل نمیدونم پاگنا مثل هر هیروی ساپورت ونج فول حالا ونج فول یه ذره رنجش پایینتره سختره ولی اینا دیگه رنجشون خیلی بالاست پاره انچنترس نمیدونم کریستال میدن مثلا کریستال میدن باید یه هیت بده تو فکر کن بیای با کریستال میدن اینجا یک و دو تا بزنی بعد یه اتک بدی نه باید این کار کنی که بعد بیای اول یه اتک بدی یارو که فرار کرد بگیریش دوباره اتک بدی دوباره اتک بدی از فریز در اومد کیوش کنی تازه اسلوش کنی اتک بدی اتک بدی اتک بدی سر اون اسلو چارتا تا اتک بدی نه که بیای یک دو بزنی بری اونجوری ماناتو تو خالی کردی با مثلا 150 تا دمیج وقتی 4 تا اتک روش میذاری ماناتو خالی کردی با 300 تا دمیج یه فرق داره پوزیشن هم یه جوریه که همش آدز هوک داری دیگه واسه همینقدر اینقدر ترسو بازی میکنی حق هم داری پوزیشن تا بیاری اینور این ور پشت کریپا اوکی این میاد صورتت حالا همینو تو اگه اینجا واسطاده باشی فرض کن همینو تو الان از, کج... از بجای اینجا تو فرض کن اینجا واسطی بزنیش تایش اینه که یارو نمیاد جلو دیگه خب ویدت داره فری دینای میکنه نیازی نداری کار اضافی بکنی واسطا اینش اومد جلو بزن تو سرش رفت چپ تو برو راست اومد راست تو برو چپ اومد جلو کلیپ بزنه بزنش نیومد ایراد نداره از دور براش های فایو بزن بگو سلام ما داریم همه یونیت ها رو میزنیم دینای میکنیم میخوای چیکار کنی؟ نمیتونه کاریت کنه پاجه جا میخواد بکنه این تو خودت الان رفتی تو, ش... تو, دل شیر ببین اومدی تو دل شیر واسه اینجا پشت کرید. مثلا واسه نگاه کن بگو چیکار میخوای بکنی جورت داری بیا جلو هم اتک میدم هم لیول رو, رو سرت میزنم تو هم نمیتونی منو حک کنی یاد نره پس از پاج اصلا نترس خیلی هیروی یوزلس شد سگیه تو لین به واقعا به درد نمیخوره هوکت نتونه بکنه به هیچ درد نمیخوره هیروش ضعیف ترین هیروی لینینگه پاج نیکس اینا واقعا خیلی ضعیفن خب دیگه من یه ذره پس باورت میکنم و یه باز خودت میری توی صورتش ببینم رو چی این خودت داری میرو حتی اومدی تو این یکی رو بزنی هوک شدی نه خب خب خبر نیست یاد نداره ایراد نداره که خیلی حالا من یه چیزی بهت بگم ساپورت ها حضورشون توی لاین زمانی واجبه که دارن یه کمکی به کری میکنن یعنی اگر تو کمکی به کری نکنی نبودنت خیلی بهتره چون طرف میتونه سولو اکسپی بگیره تو اکسپی کریتو کری تو میگیری در ازای اینکه یه کمکی بهش بکنی مثلا کمک چیه آقا طرف نمیتونه لستید بزنه بره جلو میمیره تو اونجا داری ساپورتش میکنی تو زمانی که کریه تک به تک از پس یارو برمیاد اصلا حض... یا مثلا تو اونجا هستی باعث کیل گرفتن میشی اون لحظه اگه باشی کیل میگیرین اگه نه خب اون لستیتشو داره میزنه حریف داره لستیت میزنه کریت داره لستیت میزنه تو هم کاریت دستت نمیاد نبودن توی لاین بهتره خب حالا نبودن توی لاین بهتره یعنی چه کاری بهتره بکنی میخوای بری پول کنی میخوای بری جوین بدی میخوای روم برداری میخوای استک کنی میخوای روتیت کنی توی لاین دیگه که اونجا حضور تو میتونه کمک کنه یه دفعه جوین بدی کیل بگیری ایناس خب حالا میخوام الان بهت یه چیزی رو بگم که این هم اگر به بازیت اضافه کنی خیلی بهت کمک میکنه الان سوال من اینجاست خب که تو الان ریسپان شدی من میگم نگاه کن جایی که میخوای توش تیپی کنی و نگاه کن الان با دکتر الان حضور تو تو اینجا در این لحظه چه به چه دردی میخوره میخوای اینجا باشی چیکار کنی الان اصلا کسی نیست اینجا کسی تو بخوای اینجا باشی اصلا نکته ای نداره خب اه... <applause> حالا پایین مثلا نگاه کن آیا پایین باشی حضورت کمکی میکنه اگه میکنه آره تیپی کن پایین بکش چرا بری بالا خب اگه وسط باتل ریفیل میخواد مثلا نگاه کن الان وسط بدبختتو رو نگاه کن مثلا میتونی تیپی کنی بگی آقا باتلتو بده من حالا من نمیدونم تو گاردین واقعا چقدر ملت قضیه باتل رو بدونن این اینا ممکنه داستان شی دیگه یعنی مثلا یارو اصلا نداره نمیدونم خب و بی, بی, بی بگی بزرد. مثلا بگی آقا باتل ریفیل مثلا علامت سوال اگه گفت اوکی بیا بی بیا. حالا اگه گفت نه ولش کن فرض کن مثلا نمیدونی باتل ریفیل هم نمیخواد وسط پایینم الان نمیتونی کیل بگیری بالا الان نمیتونی کیل بگیری باید چیکار کنی هیچ هر کوی چودو مثلا هیچ کاری نمیتونی بکنی برم ورد بکارم یا فارم کنم ام... کجا پیش سیف لینه سیف سیفلین. پس باید تیپی کنی بالا با. آها خب نه دقیقا نه اصلا تو نباید تیپی کنی تیپی یه چیزیه که 80 ثانیه کول دانش و تو اگر تیپی کنی قابلیت جا جایی توی پس تو گرفته میشه زمانی که الان نه به تو پایین نیازه نه به تو وسط نیازه نه به تو بالا نیازه که خیلی چیز بعیدیه ولی فرض میکنیم اینجوریه تو اگر میخوای بری سمت بالا بعد راه بیای بعد موو بدی بوتت هم برای همین خریدی از اینجا کلی کن لاین بالا موو بده در حالتی که داری موو میدی این مسیر رو طی میکنی هم بالا رو نگاه کن هم وسط رو نگاه کن هم پایین رو نگاه کن مثلا تو فکر کن تا اینجا را میا یه هم میبینی ای وای پایین دارن دایف میکنن و تیپی کنی باشی میکشین تیپی کن پایین یه هم میبینی ای وای وسط رو دارن دایف میکنن و تیپی کنی مثلا میکشین یا اینو زنده نگرم داری تیپی کن وسط اگر تا اینجا را اومدی هنوز شرایط همین بود تبریک میگم تو اومدی توی لاین همون کاری که با تیپی اومدی را رفتی توی لاین و الان تو هیروی هستی که به اون جایی که میخواسته برسه رسیده با این تفاوت که اراده کنه میتونه هر لحظه تیپی کنه یه لاین دیگه و یه لاین دیگه رو سیو بده یعنی تیپی تو در دسترس نگه داشتی پس یادت نره زمانی تیپی میکنی توی یه لاین که همین لحظه به تو نیازه گفتی؟ الان در لحظه لاین بالا خالیه پس به تو هیچ نیازی نیست اصلا کلا پس تیپی نکن من من اینجوری هم که تیپی میکنم باتل مثلا بعد تیپی کنی وسط باتل اینو ریفیل کنی یا حالا یه تانگو بدی بهش یا هر چی تانگو داری دیگه این اچ کمه باتلش شاید داد داد ریفیل کن چه بهتر نداد تانگو بهش بده حداقل تانگو بزنه اچ پیش پرشه بعد رابیو فور بالا بعد را فور برو پایین دیگه بسته به اینکه اون لحظه خودت کدوم رو ترجیح بدی الان بالا نکته نداره ببین تو الان بالا تیپی کردی کاری نداری بکنی مثلا لوتوس رو ورش بدید اینجا کاری نیست بازم کاری نیست همش کاری نیست آخرم هم که همینو فارم کردی خوبه اینا دیگه چیزهایی که دارم میگم داره از لینینگ خارج میشه دیگه پس نکته های لینینگ رو یادت موند یاد نره تیپی تو نگه دار لاین های دیگه رو چک کن اگر شده دیگه از لاین بیا بیرون تو دقیقه هفت هشت به بعد از دقیقه که چیز میاد دقیقه هفت اینا میاد این اکس بیرون ها میاد باید کانسیدر کنی که دیگه لاین میتونی لاینت هم عوض کنی میتونی اینا داشته باشی میتونی با پورتال جوین بدی میتونی تیپی کنی جوین بدی میتونی یواش یواش دیگه لین رو به هم بزنی با ساپورت همین کاری که الان داری میکنی اوا مثل دیگه کیس نمکی هفشت خب حالا ویدتو تو گشتن What can you do? میگه الان که چیزه الان دوباره راجعه پاج اینو بهت بگم ببین الان این بیلینک داره هوکت کرده دیگه خب می‌تونی این استانش کنی بری یعنی لازم ایست می‌تونی میتونی استانش کنی بری مثلا از این ور بر بری ور بر بلاکه اه... تا زمانی که استانداری تو نمیترسی از پاجه پاجه هوکشو زد دیگه تموم شد هیچی نداره تو رو بگیره تا یه استانش کنی راه بری دیگه, هیچی نداره تو رو بگیره راجع پاج اینجوری نقطه ضعفش اینه که اگر به تو بچسبه قویه به محض اینکه ازش فاصله بگیری هیچ کاریت نمیتونه بکن الان بیلینگ خریده به چسبیده استانش کن برو نه اینکه واسی اینجا خوب آفرین این دیدی تیپی نداشتی تا اینجا را اومدی دفعه قبلا به همین کار بکنی حالا را میایی تا اینجا تا ببینی چی میشه دیگه فارم نمکی و عالی داده داشت ایتم آیتم جانگیرار هم داداش چی؟ انا میبینی وسطت یه اتفاقی افتاده تو باید باش وسطت تو نیبینی مینی مپ خیلی مهمه از اینجای بازی ببین یه چیزی بهت بگم دیگه لین تموم شده از مین ده لین تموم شده خب از مین ده تا بعد یه جور دیگه بازی کنی ساپورترهای رنک پایین کروسیدر گاردین هرالد اینا یه داستانی که دارن انگار همه چیز زمان کنتر تو بازیشون میگذره یعنی مثلا اگر لینینگ توی بازی های ایمورتال 7 دقیقه است 8 دقیقه است تو بازی های رنگ پایینتر تر رنگ تو مثلا میشه 14-15 دقیقه حتی میشه 20 دقیقه مثلا میبینی 20 دقیقه 25 دقیقه از طرف داره لاین بالا بازی میکنه حالا بس تو یه روتیت کردی وسط ها ولی اکثرا همه تو لاینشون همونن یعنی همون هیرو رو میبینی پاج تیرینت بالا وسط تو دیگه فانتوم لنسر رو نمیبینی بیاد بالا دوازده دقیقه از فانتوم لنسر پایین داره لاستیک میزنه و تو اگر ساپورتری باشی که اینو بشگونی با تیپی کردن با راه رفتن خیلی خیلی میتونی بازی رو به نفع خودت عوض کنی به خاطر اینکه ملت اذیت میشن طرف عادت داره مثلا همش وایپر به تی یه یهو یه, یه ویچ میاد یک سه روش میزنه میکشتش با تیهیه ای اصلا میره تو مخش میگه اه این مثلا ویچ اومد وسط اه این ویچ اومد پایین اصلا دیوونه میشه واسه همین از اینجای بعد ببین زمانی که تو اینجایی خب میبینی یه, اف و... یه چیزی داری میکنی هیچ کاری نمیکنی خب حالا این وارد رو زدی و زمانی که ببینید واسطادی اون داره تو رو میبینه تو هم داری اون رو میبینی همینجوری خیلی آکوارد دارین این همدیگر نگاه میکنین یعنی تو که نمیتونی با اون هم نمیاد بهت بمیره هیچ کاری نمیتونی بکنی اینجا به جنگ تمرکز تو بذاری روی همچین چیزی اینجا به جنگ تمرکز تو بذاری روی همچین چیزی سعی کن تمرکزت تو بذاری روی بازی مثلا وسط تو ببین پایین تو ببین اینجا میشه کشت آیا اینجا میشه کشت آیا چیکار میشه کرد خب تمرکز تو اینجا یعنی الان اگه سر این تی ای تو یه تیپی کرده باشی ببین اینجا کاملا برعکس میشه اصلا کاملا برعکس میشه جفت اینا میمیرن یعنی اینا یه دونه کسک مردیک شیشه تو رو بخورن جفتشون رو میکشی دابل کیل میکشی نکن چه جوریه ببین چسبیدن به هم یه دونه یک سه بخورن تمام ببین آبادانه اومد ولی آبادانه نباید بیاد تو باید بیای چرا چون باله کار خاصی نداری و چرا اینو بهت میگم یادت نره از مینه ده دیگه تمرکز تو انقدر نذار رو اینجا نگاه کن ببین تو مپ چت فایده داره میفته تو میتونی عوضش کنی حالا هیروت هر ساپورتری هست معمولا مینه ده انقدر قویه اولتیش ب... اولتی تو بگیری مثلا فرض کن ای ای تازه بازی شروع میشه دوست داری بری یه جا جوین بدی یارو استان کنه تو شیش بزنی بکشی جکی روی میخوای اون استان بزنی شیش بزنی بکشی نمیدونم میخوای اونا بیان رو تیه یه تو یک سه شیش بزنی وایپر رو بکشی دیگه هر کیو هر کی که یه ذره پاشو گیلیمش درست تر میکنه تا میتونی تنبیهش کنی اینو یاد نره تمرکز تو من دوست دارم از بالا دیگه چیز کنی بندازی پایین اوکی که دیگه یه فایت های چیزه این چرخه رو میبینی که چهارده دقیقه میمیری تیپی میکنی بالا دوباره حالا میمیری تیپی میکنی بالا تیپی میکنی بالا تیپی میکنی حالا تا الان شیش بار مردی عین 6 بارش تیپی کردی بالا این باید عوضش شد یعنی مثلا لازمه تیپی کنی وسط حالا من دوست داشتم که تو حتی تیپی هم میخوایی بکنی جدی میگم الان تیپی هم میخوایی بکنی به جای که تیپی کنی بالا اینکه تموم شد که مرد خب به که تیپی کنی بالا حداقل تیپی کنی وسط این یه ویو و فارم کنی یعنی یه ویو این وسط پایین لاکار رفت این یه وی باید در فارم کنی این بالا تموم شد دیگه بسته دیگه بالا رو لاین تو عوض کن تو بری پایین و بری اینجا رو فارم کنی و بری چی میگم پایین و بری وسط یا بری پایین فایت کنی الان این لنسر دیفیوژال داره بری پایین فایت کنی سه تا بندازی رو لنسره دیگه لنسره رو پیدا میکنن همه چون رنگش بنفش میشه یه همه میفهمن کدومه آبروش میره لنسر یه سروش روش میدزی. اینجا دیستی شدی اصلا هیچ کنسله بذار بیاد هیروت اوکی میه اگه ببین بمیری دوباره تیپی کنی بالا جیغ میزنم الان اگه تیپی کنی بالا جیغ میزنم این دوباره تیپی بالا دیگه می مشکل بازی رو میبینی بعد نگاه کن وسط خالیه یه ویو کامل که میتونه مثلا به تو گیلیمر بده میتونه به تو آقانیم بده یه هر چیزی فاینه کسی وسط رو فارم نمیکنه تیپی کنه حداقل وسط رو فارم کن نباید این ویو رو تاور بزنه این مشکل پاچ ها پاچ تیپی کن. والا میگم به نظر من که این چرخه باید عوض شه این چرخه که تو بری بالا و من اصلا میگم من که اینجا نمیرم به خاطر اینکه معلوم نیست ممکنه بود دوباره بمیری اصلا یه هیروی دیگه اینجا بیاد اضافه تر اگه بمیری این وقت دیگه مردی تیپی کردی دوباره مردی دیگه تمومه بعد پاور وسط تو افتاد حالا پاج کشتی الان تاور وسط تو افتاد این ویو همش حروم شد حالا خدا شد که تی ای دیگه ویو به تاور دو نداد چیز رو ولی خیلی زودتر از این حرفا باید رفتن بالا رو بیخیال شی یعنی دیگه باید لاین عوض کنی بعد بازی رو بچرخونی میدونی این بعد خودت ابتکار عمل بدی به بازی از خیلی قبل از مثلا مینه الان میگم از کجا مینه از خیلی مثلا از خط قبل اینجا اینجا هم مثلا تو نباید اینجا باشی از جایی که رفته اینجا وایپر رو چیز کردی از جایی که رفتی اینجا وایپر رو کشتی دیگه میتونی به چرخی ابتکار عمل بدی به بازی دیگه حالا الان مثلا میگم رفت بالا ویدت مرد کش مثلا تیپی کاش نکن تیپی تا دا نگرداری دیگه اینجا دوباره میمیری کاش دیگه بیخیال شی دیگه الان مثلا سعی کنی دوباره پایین رو بگیری وسط رو بگیری یه... میدونی یه کار جدید بکنی مگر اینکه در لحظه بالا فایت باشه حالا الان در لحظه بالا فایت بود که نه هیچی توفی نداری اصلا الان تیپی داری خیلی خوبه برگردیم یه بار دیگه نگاه کنم این الان مینی مپ تو بینی پایین درگیریه تو دیگه باید دست به دست به تیپی باشی تیپی تردیه لاین تموم شده اینجا رو داری فارم میکنی دیگه باید دست به تیپی باشی آقا برم پایین برم وسط اینجا مثلا تو میتونی بیای دایوش نکنن یا رو کجا کشتن این دیگه مسئولیت تو این تیپیت ریدیه من اینو دارم میگم از اینجا از مثلا مینه دوازده دیگه واقعا بالا بسته تو بعد اینا رو پانیش کنی زیر تاور زیر تاور بیا یه یک سه شیش بزنی همشون رو بکشی از اینجا از این دقیقه بازی به جای این چیزی که تو این صفحه گندت میبینی تا زمانی که تیپی جدیه بعد ببینید چی تو این صفحه کوچیک میبینی هر جا هیروهای انمی به هیروهای ه... یارت نزدیک شدن کلیک کن ببین داره چه اتفاق میفته این عادت ها شروع کن به خودت بدی مینی مپ تو هی نگاه کن این دوتا چی شدن بغل همن نزدیک هم ای این دوتا بغل هم ای این دوتا بغل همن نی سری به زمین می تا این صحنه رو تو مینی مپت میبینی دیگه بعد بی خیال شینجا داره چت اتفاق میفته ببین میتونی کمک کنی یا نه میتونی کمک کنی بلافاصله تیپی کن بیا اینجا کمک کن. از دیگه واقعا مینه 11 12 بعد بی خیال لاین بشی خصوصا وقتی اولتی داری اونو نرفتی ببین وسطت این اتفاق میفته وسطت هم تیپی نداری این سخته ها این یه ذره سخته این عادت که تو کلیک کنی روی مینی مپت ببینی چه خبره بعد به رو هیروت دوباره کلیک کنی رو مینی مپ به رو هیروت این عادت راحتی نیست ایاد عادت چی داشتی؟ یه زمانی سیفلیم بودم به گفت ساپورت بازی کنه قشنگ این کار رفتم ساپورت بازی کنم یعنی با کری این کار رو میکنی با ساپورت هنوز عادت نداری؟ آره ببین با ساپورت حتی باید بیشتر این کار رو بکنی چون کری اونجوری تیپی نمیکنه به ملت کمک کنه ولی ساپورت خیلی این کار رو میکنه آ اسپک آفرین اسپک جوری همه جا رو چک میکنه اگه شد بره ولی اسپک یه ذره مثلا میگم اسپک نمیره کسی رو سیو بده که اسپک مثلا نگاه میکنه کیل بگیره ولی تو حتی لازمه یه جایی تیپی کنی حتی کیلم نگیری ولی یارو تو سیو بدی نمیره میرزه تو از خودت هزینه کنی ولی یه دد، یه پوزیشن بالاتر از تو نده حالا اسپک شاید اونقدر براش نیرزه همون اولتی بزنه فقط کیل بگیره برگرده ولی هیرویتو ساپورته واسه همین بیشت... تو شرایط بیشتری برای تیپی کردن و جابجا جا کردن اجاد داری همین نگاه کن مپ نگاه کن حالا اینجا که باز دیستی شدی هیچی من دوست دارم میگم دیگه از این فازی که لاین چیزه بیای بیرون دیگه یه لاین رو نگاه کنی و اینا بیای بیرون اصلا حتی دوست دارم اینجا قد نشون بدی تو همیشه تو فاگ باشی تو باید همیشه تو درخت برخت باشی سوسکی میدونی دنبال چیز باشی نه خودتو نشون بدی همیشه بعد تو قافل گیر کنی نمیا با ویچ داکتر با بین با نمیدونم هیرو اینجوری یارو مثلا بعد بیاد این وایده رو بکشه یهو یه دونه یک سش ویچ داکتر بخور میگه اه ویچ داکتر پشتش بود اجی مثلا ندیدم ولی وقتی میای بغل کریپا رد میشی نمیدونم همش پوزیشنت معلومه ای این 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 تا خود ایمورتال ملتی مشکل دارن ها فکر نکن فقط مشکل توه یعنی این یه مشکل ساپورته اینکه آقا نشون نده تو مپ نشون ندادن لیول های مختلف داره تا خود ایمورتالش هم ملت این مشکل رو داره ولی من حالا اون جایی که خیلی واضح تره رو تو سطح تو کاملا قابل انجامه بهت میگم که دستت باشه من تیفی میکنی اینجا میکشی و شتم هم میزنی و شعارت هم میگیری و چه شعار خوبی هم خریدی خیلی پرچس درستی بود خیلی درست خریدی آفرین رفته بودی وارد بکاری What can you do? وارد کنی دو وارد داشتم وارد داشتم مینی الان آیا به حضورت حضورت تو بالا نیازه گفتم تیر شاید برم بوشم خب الان چون... آ هم آقا رفتن روش تیپی کن دیگه الان که نرفتن که الان تیپی میکنی بالا ولی چیزی نیست خب میتونستی همین مسیر رو را بیای تا الان میتونستی تیپی نکنی الان اتفاق تو مپ نمیفته آها شاردت میزنی و فرار فوت باشه نمود دیگه ایناش خیلی چیزایی نیستش که بخوام الان ببین دوباره تیپی میکنی مید حالا الان من باز اینم دوست ندارم ببین بذار یه ست بگم این ددی نیستش که این کی... ببین این تیپی رو دوست ندارم چرا چون اتفاقی نیفتاده الان اینجا تیپی میکنی چیکار کنی هر تیپی 100 تا پولشه میدونستی یعنی همینجوریش تو عقبی هی با هی 100 تا پول 100 تا پول داری خودتم عقب میندازی 100 تا با پول تیپی بدی هر چی میشه تیپی میکنی اصلا این کار نکن نگر که مثلا میگم تیپی کنی همین لحظه اسموک بزنی بری یه واردی بگذاری تیپی کنی همین لحظه فلان کنی را بیا این تیپیه رو نگه دار این تیپیه حتی اگر به یارات کمک نکنه یه جا بیان رو تیپی بیس میکنی مثلا میری تو فاک تیپی میکنی بیس این تیپی رو الان میکنی 80 ثانیه هیروت فلجه نمیتونه تو مپ جا بجاشه خیلی بعد ریسپکت بدی به این تیپی آ اینه که میگم یه جوریه بذار یه بار دیگه نشون بدم ببین تیپی میکنی از بغل کریپ و همینجوری میری خب الان فهمیدن تو اینجایی بعد دیگه سورپرایز نباید بشن قاعدتا حالا میبینی اونا هم خیلی خوب بازی نمیکنن تو رو دیدن ها. ولی ترینته میاد مثلا اینجا تو رو دیده اما تو باید سعی کنی تا جایی که میتونی حریف رو قافل گیر کنی حالا کاری نداری اوکی آرکه اینا بزنه داداشو دوباره Okay. <applause> می بینی الان چون برای بالا تیپی ندارید بعد موو بدی تا اینجا دستا میخواستی این وری بری یا ولی بالا تحت فشار بود تیپی نداشتی موو دادی سمت بالا میخواستی این وری بری نتونستی چون بالا فشار بود حالا اگه تیپی داشته باشی کارتو میری اینجا میکنی وارد میخواستی به کار اینجا میری میکاری بعدش هم اتفاقی افتاد اینجا تیپی میکنی امم Patron, je pense qu'on va se faire un champ pour vous. باشه یه ذره اینا تجربه شخصیه که تو فکر میکنی تنهایی فانتوم لنسر رو میزنی اینا رو من نمیتونم خیلی بهت بگم اینا رو خودت تو ریپلی میبینی و درس میگیری دیگه ویچ تنهایی فانتوم لنسر گنگ نمیکنه خیلی توضیح خاصی نداره آوانیم خریدم میگه آره بعد به خرید تازه اونم باز تنهایی نمیتونی کاری کنی تو باید نیکسه اول بره پیداش کنه بعد تو پشت سر تو هیچ وقت شروع نمیکنی نیکسه شروع میکنه تو پشت سرش میره این چیزی که حالا بعدا باید یاد بگیری یاد نره خیلی ممکنه ها رو ندونی منم گیر نمیدم من بیشتر به بب... آها ببین این آفرین، اینه ببین فایت فرقی داره با اون لنسره که تو رفتی دنبالش خب ویچ دکتر چه جور ساپورتیه ببین اینا اومدن روی یار تو تو از دور لولاتو میزنی تو میزنی کاراتو میکنی این مثلا صد چی شد با چی کنسل شدی خودت کنسل کردی اینا با چی کنسل آره خودت کنسل کردی یعنی چیزی کنسلت نکرد اینجا مثلا حالا شیشتو میخوابوندی پاره میکردی میدونی این چیز درستیه حالا مهم نیستونش خب این چیزی ای که من حتی میخوام حالا اصلا شیشت که نفر کنم همین سه کافی باشه برای اینکه پاجه بمیره فکر کنم سه هم کافی باشه دیدم پاجه مور رفتم تو به حال تو افکت تو گذاشتی دیگه همون سه هم پاجه رو کشت همون سه پاجه رو کشت این فایت فرقش با فایت های دیگه چی بود اونا اومدن روی یارات تو از پشت یارات لولاتو زدی همونجوری که من دارم میگم تو لاین پشت ویدت واسه اگه اومد جلو بزنشون تو نرو جلو تانکشی چون تو همه هیروهای ساپورت اکثرن حالا ویچ داکتر دیسراپتر کریستال میدن اینا اگه برن جلو پاره میشن کمتر هیروی هی ساپورتیه که خودش میره جلو مثل اوگر مثل آنداینگ مثل آبادون اینا اوکین برن جلو ولی تو با ویچ داکتر و سوسک باشی بعد پوزیشن بگیری بعد حواست باشه نری جلوتر از بقیه اصلا نباید نشون بدی یعنی اینا بعد بیان رو آبادونه تا اصلا سوسکی پشت این درختای یهو ببینن ای وای کس خوردن سه خوردن شیش خوردن و اینا و فکر کنم آرکین هم زدی اینجا شیش شده کنسل کردی خودت دیگه بعد دستت بیاد دیگه آقا شیش میزنی کار دیگه ای نکن رو کنسل نکن این دیگه هیرو بعد دستت بیاد What can you اینی من 23 دقیقه است که دارم مردن و تیپی بالا میبینم 23 دقیقه است این این صد درصد یه ایرادیه کشت یارو رو نکشت گیریمرت هم یاد رفت بزنی یاد نداره دیگه حالا اینا مانامو خوشگه خب خو قبلش دیگه آه راستی میدونسته تو شیشت میتونی گلیمر کنی؟ آره آه یعنی بعد از شیشت هم میتونی خودتو گلیمر کنی شیشت کنسل آه. نمیشه مثل آرکه اینه نیست که بده میشه که کنم نه اول باید گوست کنم بعد اول باید گوست کنم بعد شیش باید باید کنم باید باید. شیش کن. ولی اگه گلیمر بخوای بکنی میتونی آم... اول شیش کنی بعد گلیمر بزنی راد نداره نمیدونم گلیمر و شیوا و اینا آیتم هایی که اینطوری علاقه داشتم فانتوم لنسر رو کش. خب علاقه تو درک میکنم ولی باید بقیه باشن تو نمیتونی فانتوم دی تو باید بفهمی که میگم فانتوم لنسر خیلی زده هیرو توه هیروی تو خوراکشینی که دو نفر به چسبم به هم یک بزنه سه کنه شیش کنه پارشون کنه نه اینکه 600 نفر ایش. چسبیده باشن به هم نه یکت به درد بخوره نه شیشت به درد بخوره نه هیچی تازه همه اینا در ساعتی به درد بخوره که تو از یه فاصله یعنی پشت این درخت ها شیش کنی اینجا اینجا رو بزنی اینا هم دستشون به تو نرسه و یه استان و سایلنس ساده تو کنسل میشه شیشت اصلا هیروت به درد نمیخوره بسا خیلی هیروت پوزیشنیه یعنی بعد واسی با عقب برای همین گلیمر میخری. اصلا فکر کردم تو تیپی کردی پشت بام نیست خواه اصلا این پوزیشن ها به درد نمیخور با پوشی درست پوشی آره ببینید دقیقا اصلا <applause> <applause> چی نج... نگفته پوک شدی بعد معلومه پوزیشن بده هیرو میاد اسپلش رو میزنه بک میده میاد یکش رو میزنه بک میده میاد سوسکی از دور شیش میکنه اینجا گلیمرت می بکن نجاتت بده شیشم بای بکه بچه ها. بای هم نکته ای نداره میدونی چرا چون الان اتفاق خاصی نیفتاده که تو بخوای بایبک کنی هر موقع اومدن روتون دایو کردن آت شدن تو باید بای کنی نه اینکه بایبک کنی فقط مثل قضیه تیپی پی هر موقع یه اتفاقی میفته تو بعد اونجا حضور داشته باشی بعد واسه اون آت پوزیشنش هم بای کنی بیای الان بای نکته ای نداره اشتباهه ممکنه بگی بای بک کردم رفتن عقب و ولی خب چه کاریه بذار بیان و بای بک کن بکششون این خیلی بهتره تا اینکه بگی حالا بای بک کردم رفتن عقب به درد نمیخوره آ پشت اینا بازی کن سه ای بابا کرونا رو یه بارم یه بار پوزیشن عالی 600 کرونا گذاشت رو عجب داستانی مشکل دارن در این زمین ببین ولی سه این رو فانتوم لنسر آبروش رفتی دی؟ آبروی خاندانش رفت فانتوم لنسر سه این روش نگاه کن یک سر اینجا این داختی تو ببین تو همین یه دونه ست آبروی اینو میبره نگاه کن که... یعنی الان داپل گنکر میکنه همه فهمیدن اینه این بنفشه بود همه فهمیدن اینجا تیه میپره تی. تش تیه یه. کنم با دمیج چیزم مرد آره نه نه با دمیج نیکسمون ولی خب خیلی بهش دمیج دادی خیلی بهش دمیج دادی دمیج زیادی هم دادی دمیج کمی ندادی این این تقریبا دمیج سوم فایت بودی اندازه وید وید 2000 دو هزار دمیج دوم بودی وید 2400 تا تو 2500 زدی تازه وید شیشه تو رو کنسل کرد نذاشت دمیج بدی این تو اگه پوزیشن خوبی داشته باشی از کریت بیشتر دمیج میزنی با بیچ دکتر کاری تو که شیشه تو رو کنسل کرده 2400 دمیج زده تو 2500 دمیج دادی یعنی خودت تا ته هیرو رو برو که اگه یه بار پوزیشن تو خوب بزنی یک شیشه تو از جای خوب بزنی سوسک باشی چقدر میتونی امپکت بزنی تو گیم خیلی نباعدم. از از چی از اینکه ویشکتر تو بهترین ساپورت تو ویشکتر چیه ویشکتر تو بهترین ساپورت تو اون ویدیو ام... پس ببینم چقدر اکچولی شاید هم بذارم تو جایی که یادم اون موقع خی... ساپورت بهتری بودم ولی الان هیلش رو قوی کردم فکر کنم هنوز هم خوب باشه بل میشه چون وین 51, و یک و یک راست میگی هنوز هم به نظرم تو بهترین ساپورت باشه اون موقع نبود آخه اینقدر بین ریتش اول وقتی دمیجی که داشت و گرفتن از شیلش رو بیشتر کردن خیلی را. بعد تعجب میکنم تو این پچ وودو یه لول نمیگیری خیلی قوی وودو یعنی باورت میشه من اینو یادم رفت تو لاین بگم اصلا کلا باورت میشه تو توی اون لاین اصلا لول یک یا لول دو وودو بگیری پاجه هوکتم بکنه تو اتک تو اتک پاجه رو میزنی پوک روشن کنه رات روشن کنه تو فقط هیل روشن کن اتک تو اتک پاجر رو میزنی تو زورت میچرد تو لیول می یه دونه بگیری خ... میخوای بذار نشونت بدم مینه چند بودیم مینه بیست و هشت بودیم میخوام پشما تا بریزونم باور نمی کنی تا بریزونم نگاه کن پاجر رو کوشش چیزه خب م... ببین دموی رو کنم تو لیول یک سه گرفتی دیگه ایم فکر کن لیول دو مثلا دو بگیر خب چرا اینجوریه آها آره ایوی آه ای انمی هم پاچ باشه خب این دوتا برنج داشت و نه هم مانگو داشت و جینیت داشت و اینا تو هم دوتا گرینیت داشتی که گفتم بعد دراب کنی برداری دوتا برنج داشتی تانگو داشتی و فکر کنم مانگو یه هم چیزی داشتی آره؟ م... دو داشت آره همینو داشت خب اونم همین داشت حالا یه استیکم داشت خب نگاه کن از اینم لول اپ کنم الان فرض کن این میخواد لب... چیزت کنه چرا سی و ایکس این آه... سی ایکس وی چه سمیه آه آره خب الان درست شد نگاه کن اینجا رو پشمت بریزه این الان دم... چیز کنه هوکت کنه یه همچین نمیجی به تو میده ببین قشنگ بر اینکه کامل ببین چطوریه خودش چقدر دمیج میخوره یه همچین چیزی اوکی حالا نگاه کن تو الان هوکت کنه الان تو هیلو روشن کن سه هم نزن و من سه هم نزدم هنوز اصلا سه نزدم میبینی؟ میلی به رنج ها حالا فرض کن سه بزنی ببین تفاوتش چی میشه تفاوتش رو نشون بدم الان هوکت میکنه آقا هم رو میبینی حالا کاری ندارم که کتا... روشن نکردم ای بابا افکرم روشن کردم از زه از الان روشن میکنم دیگه که چیز نش با و هم رات روشن کنم هم چیز هم این رو ببین اینجا رو کن اصلا تو فرار هم نمی یا تازه میتونی فرار کنی یعنی با اتک مو و عقب بدی دفنیتلی تو با بکشی نه اون زودتر کشید ولی میگیری منظور منو دیگه اونی که تو اونی نیستی که باید فرار کنی اونه که از میشه هیلت خیلی اثر داره خیلی اثر داره تو اصلا همینجوری بزن دو نه دو لیویل یه لول بیشتر آها آه. تو یه, یه لول تو این لاین دو بگیری حالا چه لول یک چه لول دو چه لول سه چه لول چهار حتی چه لول پنج این یکی خیلی خوبه ناکو چجوری پرت میکنه تو فرض کن الان توی لاین اگه مانا تنقدر باشه اچ بی باشه تو با هم میخری دیگه بعد اون بکنی خب او؟ تو میتونی بود. تو ببین ناکو چجوری پر میشی ببین تو یه لحظه میری عقب بعد این فقط تو نیستی که این تو و بغلیتین چند ثانیه طول کشید من مانام بشه انقدر چین بشه انقدر این قویه ویشاکت سر این قویه الان این پچ چه قبل اون قویه الان دو x قویه نگاه کن ویشاکت رو اه، توی چیز ویشاکت اینجا نوشته کجا می رو، تغییراتش رو، آها نوشته نو no longer deals damage heal increase from 10 23 34 46 تو 20 30 40 50 دو برابر پچه قبل داره هیل میکنه دو برابر پچ پچه قبل یعنی قبلا دو لول بهم میگرفتی تا اندازه لول یکی الان هیل بکنی خیلی ها تو فرض کن من اینو لول اپ کنم تو مثلا یه دونه فیسلس وید هم داری خب فرض کن این انقدر به خودش دمیج میده که انقدر به شما دمیج بده و ببین تو چیکار میکنی تو با یه دونه وودوی لول یک ببین چیکار میکنی خیلی قوی شده خیلی یه لیوله. این یه لوله این اصلا فقط یه تو لول دوی ببین چیکار کردی چجوری چی میخواه الان پاجه خودش رو پاره کرد دمیج داد حالا تو فرض کن به پاجه میدی اوه اتکم میدی تو فرض کن اصلا هوکت میکنه چه میدونم تو هیرو روشن میکنی فرار میکنی خب حالا اون برگرده دیگه تو داری پر میشه اون خالی میشه میبینی حالا برگرده بزنه تو پری اون خالیه خیلی این قویه خیلی این قویه اینو یاد نره که این الان اگرم تو این پچ قویه یه لول دوشه لین و اون میکنه با این لول دوش تو اصلا نیازی نیست خیلی استان کنی بکشی سه بزنی بکشی همین که تو داری همینجوری به کولدان اتک مفت میدی و آت ریجن میکنی طرفو و اوکی این نمیره ولی همیشه اش بیشن قبل باشه نمیتونی بیاد جرا لستید بزنی که تو همیشه پری تو همیشه هی روشن میکنی پری تو و بغلیت پرین. بعد میتونی یه ذره خودت دمج بخوری با خیال راحت بذاری ویده دمج بخوره با خیال راحت یه ذره ویده دمج میخوره یه ذره خودت میری جلو دمج میخوری بعد اینجوری که خب خبری نیست بیا اینجا ببینم جفتمونو رو پر میکنم تازه اینم میزنی این خیلی خوبه زیادیه اینم یاد نره اینو من تو لینینگ یادم رفت بگم که بیشتر داشتم تمرکز میکردم ببینم تو داری چیکار میکنی اما اینم خیلی مهمه برم دیگه باز راجع به میدگیم لیتگیم هم اگه نکته هست باید بگم و بعدش هم برات خلاصه میکنم جون ما مثلا دو هفته یه بار یه دونه کشش باشیم، بهتر رنگ کرد نمیره حالا چرا هفته یه بار دو هفته یه بار هش بیشتر خوب بهتر بچه ها اصلا فردا الان با من پنج جلسه تا الان کچ گرفته بود اولین بار هرالد بود الان فکرم آرکان نمیم چند سه فلان دو هفته یه کوچ بگیرن. ببین هر موق... دو هفته زمانه میدونی خیلی مهم نیست هر کوچی که میگیری تو حداقل بعد 10 دست بیست دست سی دست مثلا بازی کنی که تاثیر اون کوچه رو ببینی سوال جدید برات پیش چوار... بیاد خیلی کمه نه خیلی اوکیه معمولیه بم... فانتوم یک هم برای چه کاری کمه برای اینکه بخوای تی آی پری بله کمه دیوان. رسیدن به دیواین تا کی انقدر من مسخره میکنه روزی چهار ساعت برای اینکه بخوای یه سال دیواین بشی بله کمه ولی اگر میخوای دو سه سال دیواین بشی نه کم نیست بس سه ماه تا این پلی این الان تا سه ماه تا این پلی داری؟ بله لجیته درسته همین قبب باشی تو سه ماه خیلی هنوز هرالدن ولی خب گاردین هم فیکسه ببین تو یواش یواش بعد خودت آپگرید کنی دیگه الان بعد یاد بگیری تی با کیبورد بزنی کلا هیچ چیزی که تو این یو آی می‌بینی رو نه با موس بزنی بعد همه رو بیاری تیفیو رو کیبورد من می‌خوام برم اونور رو چجوری تی بزنم بعد بیسو می‌ذارم دو تا تی بزنم میشه خب تیو خب می‌زنی اینجا کلیک می‌کنی دیگه منظور چیه آها من فکر کردم خاصی داره مثلا تی دی نه به جایی که اینو اینجوری کنی مثلا کلیک کنی اینجا تی بزن کلیک کنی اینجا دیگه موس تو نبر رو این ببین موس تو نباید از این, این تو داری روی یه همچین صفحه بازی می‌کنی وقتی مجبور میشی موس تو ببری اینجا بعد بیای رو اینجا بده وقتی مجبور میشی موس تو ببری رو شاپ ببری اینجا بده وقتی مجبوری موس تا بزنی رو اینجا کوریر دلیور آیتم بیاری رو هیرو بده وقتی موس تا میاری رو اسکن میاری اینجا بده میاری رو گلیف میاری اینجا بده میدونی تا جایی که میشه بعد اینا رو کیبورد بزنی چون کیبورد سریتره این موومنت موس کنده موستو تو بیاری رو آیتم اگه بزنی کم آیتم ها رو بعد اول از همه باید یاد بگیری لیول ها و آیتم ها رو با کیبورد بزنی بعد بعد عادت کنی تیپی و نوشال تو با کیبورد بزنی یواش یواش به عادت کنی شاپ و تو با کیبورد بزنی بعد حالا اسکن و گلیف و اینا رو هم اضافه میکنی به کیبورد به ترتیب اینا رو را... ها الان زنگ زنگ تو استریم تو استریمه خب خب گرفتی منظورم چیه اینا رو بعد تو مثلا الان سه ماه بازی کردی تا سه ماه آینده بعد اینا رو انجام بدی کلیک کردن آه. رو جایی که می‌خوای تیپی کنی و بعد عادت کنی اینا همش ببین من یه مقدار دارم به تو در مورد استراتژی بازی توضیح میدم که آقا هی 20 دقیقه تیپی نکن اینجا تیپی تو نگه دار ممکن اتفاقی بیفته فلان بیسار یه قسمت هم تو باید مکانیکی و چجوری بهت بگم مهارتی اسکیلی خودتو قوی کنی اسکیل تو تو بازی بیاری بالا اسکیل یعنی چی بیشتر چک کنی با, با کیبورد بزنی نمیدونم همون چیزی که بهت گفتم که مثلا اول اتک بدی بعد استام بزنی بعد اتک بدی بعد لول بعدی تو بزنی اتک بدی اتک, من اتک من بدی رو ها سکیلی. چون فورتنایت زیاد بازی کردم میدونم اسکیل چیه نه تو دوتا رو دارم میگم چیا رو ما میگیم اسکیل دیگه نه. تو دوتا اینا اسکیله هرچی با کیبورد بیشتر چند سال فورتنایت بازی کردی؟ سه سال سه سال فورتنایت بازی کردی خب دوتا واقعا یه ذره از فورتنایت سنگین تره اگه دقت کنی تعداد چیزایی که تو بعد اصلا دسته کجا کیبورد کجا یعنی یه چیز د... جداست دیگه اولین گیمیه که داری با کیبورد بازی میکنی دقیقا خب خب کار داری اصلا موس یعنی تو کسایی که با موس و کیبورد مثل سگ عادت دارن هنوز کلی با, با این قضیه سختشونه چه برسه به اینکه تو بخوای هم دوتا رو یاد بگیری هم موس کیبورد رو بهش عادت کنی یعنی از دسته داری میای مثلا روی موس کیبورد این خودش یه کانفلیکت یه داستانه اینکه حالا دوتا هم روش یاد بگیری یه داستانه کار راحت نیست ولی خب در طول زمان با روزی چهار ساعت تو واقعا یاد می روزی چهار ساعت کم نیستش که حالا کنی روزی 6 ساعت سریعتر بهش عادت میکنی اما طبیعیه یعنی همه این فیلایی که داره میدی طبیعیه چون من مثلا خیلی چیزا ممکنه برام دیفالت باشه بگم خب تیو بزن کلیک کن اینجا دیگه تو همینجوری مثلا شاید دستت رو تی بره برات سخت باشه دستت رو فلان بره سخت باشه هنوز با کیبورد هم اونقدر چیز نیستی معنوس نیستی مثل ماهایی که پی سی پلیری قبلش با دسته بازی که اصلا قابل مقایسه نیستن این دو تا کیبورد تو میتونی 20 تا هاتکی تعریف کنی دسته کلا چند تاست فکر کنم 10 تاست تازه به زور 10 تا میشه تا 4 تا و 7 8 تا داره تا دیگه 12 12 ندی بالا پایین چپ راست که دیگه حساب نکنی از خب دکمه دکمه که باهاش چیز کنی دکمه که باهاش کامیرا رو داری موو میدی و حساب نکنی یازده خب، تا ده تا تو دوتا تو فقط ده تا عدد داری خب نمیدونم زدیکسی خب. داری کیو دبلیو داری AST داری اف داری تی داری وی داری بی داری اف 2 اف داری آلت آلت کیو آلت دبلیو آلت ای آلت زد آلت فلان مثلا سن... اه... اوه یعنی تو همینجوری باید اینا رو یواش یواش در طول چند ماه به بازیت اضافه کنی این خودش یه داستانه ولی الان من چیزی که از تو میخوام با تجربه این گیمی که دیدم حالا یه ذره بریم جلوتر ولی و مثلا من الان اینو میگم این تجربه است اینو تو باید بری اینجا فانتوم لنسر رو گنگ کنی ببینی چه بلایی سرت آورد خود تجربه میشه که اوکی فانتوم لنسر جلوی ویشتکتر تنها قویه من همیشه باید پشت ملت باشم پوزیشنینگ یواش یواش دستت میاد من اینا رو خیلی گیر نمیدم چون اینا رو بعد خودت تجربه کنی اتفاقا خوبه ددای اینجوری ددای بدی نیست ددای خوبه به تو تجربه میده الان اینکه فهمیدی فانتوم لنسر میتونه از اینجا تا اینجا تو رو دایف کنه بکشه تاورم تاورم نزنتش فانتوم لنسر رو داری یاد میگیری داری اینا رو یاد میگیری اینجا دوباره مثلا تلاش می‌کنی یا رو بکشی نمیمیره این یواش یواش دستت میاد که آقا من هیروم زورش به این نمیرسه مگر حالا هیروهای دیگه آبانیم. باشن یا آقا نیم آفری یا مثلا آقا نیم داشته باشم تازه آقا نیم داشته باشی یارو تو رو پیدا نکنه بزنه اگه پیدا کنه بزنه قبل قبلش اینکه تو اونو بزنی اون تو رو میزنه تا یه و خودش آره بعدا از گیم بعدی اون ستا رو نمیدی یه وامی سیاقانی به دیه ضرب میاد بعد میری پارش میکنی دیگه اون موقع تجربه داری میدونی که آن الان من زورم میرسه تا اینجا دیدیم فکر کنم که بعدش اینجا ویت کورنو میذاره رود نه اینجا بای بکه بود فقط یه ذره دیگه از گیم میبینم هاره اینجا اون کورنوه بود که کنسل شد خب پیلت هم دادی و آرکین تو بزن و مثلا الان باید یواش یواش عادت کنی آقا این به من اینتل میده من اینو بعد دراب کنم رو زمین بعد آرکین بزنم اینجوری مانام بیشتر پر میشه دیدی من این کار رو کنم تو گیم پلیام دیگه آره میدونی که چرا اینجوری میشه مثل لوتوس زدار جان؟ مثل لوتوس زدن و باتل زدن آها لوتوس هیلینگ لوتوس منظورت آره باتل زدن این اون میخوای ماناتو پر کنی بعد حجم ماناتو کم کنی که بیشتر پرشه این حجم ماناتو کم میکنه به زای زمین حجم ماناتو کم میکنی آرکین میزنی دوباره حجم ماناتو زیاد میکنی اینا مثلا باید یواش یواش عادت کنی در طول چندی من همه اینا رو لازمی سلام عادت کنی ولی به بز... چه بلاک شدی ها. تیپیات ایزی مسیر تجربه شون کردیم اینجا اکی. دیگه فعلا الان مثلا نمی... نمیخوام بیشتر از این به چیزایی بگم چون همینجوری خیلی به حرف زدم چیزایی که برای ریویو میکنم خلاصه میکنم که بتونی ارزم به حضورت که اپلایش کنی تو گیم ایناست یک توی لینینگت خصوصا توی لاین اپ دابل میلی تو باید اتک بدی اتک بدی اتک بدی اتک بدی تو پوزیشنی که دو به تک نشی یعنی نری اینجا دنبال کنی اتک بدی بعد اونا دوتایی بزنن تو سرت تو وامیستی بغل یارت از یه خطی اومدن جلوتر هی hey, میزنی تو سرشون هی hey, میزنی تو سرشون یه جوری که اگه اونو خواستن بزننت، بتو... کریت بتونه از تو دفاع کنه نه اینکه خودتو تک بندازی اینجا لای دوتاتون پس درس اول خودتو تو شرایط تک به دو قرار نده درس دوم تو که بلدی آره از تک به دو نشو همیشه سعی کن اونا شما دوتا باشین اونا تک باشن نه اینکه تو تک باشی جلو اون دوتا درس دومی که رایت کردی اینو همیشه بلاک کن اینو آن بلاک که خب حواست بود درس سوم تیم که تیپی نکنم بعد میبینه اون که هیچ شال... نه اونو بعدا بهت میگم هنوز فقط دارم راجع به لینینگ بهت میگم لولا تا تا زمانی که یارو از دستت فرار نکرده نزن همین خو... لولایی که استاندار و... نمیدونم چیزم مثلا اینو چرا بزن همون اول این وقتی میخوای شروع کنی دمیج بدی بعد همون اول بزنی چون هر دمیجی میدی این بعدش بیشتر دمیج میده ولی اینکه استان میکنه رو میشه فقط رو شورد همه چی میشه اینو میگی ملدیکت هر دمیجی هر دم این مستقیما از لحظه که تو این لول رو میزنی هرچی اچ پی رو بیشتر کم بشه ست خودش بیشتر دمیج میزنه به یارو هر چی کمتر دمج بزنی این اصلا دمج نمیزنه بیار این وقتی میندازی رو طرف دمیجی که میده کاملا بستگی به این داره که اون چقدر دمج میخوره تو اون فاصله زمانی دمیجی که خودش میزنم حتی حسابه سه بار دمیج میزنه دیگه دفعه اول دمیجی میزنه اون دمج هم حسابه تو دفعه دوم مثلا اگه تو صد تا دمیج میزنی به یارو اه این ست خودش 50 تا دمیج میزنه اگه مثلا 200 تا دمیج به یارو بزنی این خودش 100 تا دمیج میزنه در کل مثلا 300 تا دمیج رو میخوره هر چی بیشتر دمیج بزنی این بیشتر دمیج میخوره گرفتی چی شد دیگه خب پس اینو بهتر از همون اول بزنی رو یارو ولی یکی تو زمانی میزنی که یارو داره از دستت فرار میکنه نه اینکه واسطه داره مثلا ازت کتک میخوره بعد اینم از این اه... بعد هیل تو بهت نشون دادم باید. که چقدر قویه بگو جانم من اصلا تورمنت ها رو دارم نگاه میکنم ساپورتو مثلا سنتی و اینا مثلا کم میگیرن وقتی که ردی چرا اینطوریه بعضی وقتا میگیرن چرا نمیگیرن میگیرن خوب میگیرن تو همین تورمنت که داشتم نگاه میکردم مثلا جای مف مثلا روشن نبودن مم... چرا میگیرم نمیدونم چطور منتیو داش نگاه کردی ولی اینجوری نیست. ا خیلی بیشتر پوزیشن 5 میگیره. خیلی هم میخرن. سنتریش وقت مثلا به 8 9 تا نمیرسه به 10 تا نمیرسه همیشه 6 تا 7 تا سنتری ماکسیموم دیگه مثلا هم 6 7 تا هست توب شاپ. خیلی میخرن. ابزرب و سنتری خیلی میخرن. اسمو هیچ وقت 3 تا نیست. همیشه میخرنش که بره کول دان، حیف نشه. پس پنجه هم باید بگیره. اصلاً پست 5 بعد بیشتر اینا رو بگیره. ممکن من بعد اسموک و نه اسموک پوز 5 هم میتونه بگیره پوز 4 هم میتونه بگیره ببین همه اینا رو همه اینا رو پوست چهار هم میتونه بگیره اما اکثران پوزیشن پنج میگیره پوزیشن پنج بیشتر اینا رو میگیره پوزیشن چهار هم جفت ساپورت ها رو بگیرن دیگه حالا اینا من دارم بهت میگم پس حالا راجب وارد بارد و اینا بعدا صحبت میکنیم وارد خیلی کم میکاری ولی مهم نیست اول مکانیک های اولیت رو یاد بگیر وارد بعدند خب الان تو تو لاین یاد بگیر اتک بدی کی لولاتو بزنی لولاتو نری همینجوری یه دونه یک سه بزنی بیای عقب این سه حیفه تو مانا مصرف میکنی باید دمج بدی بعدا ماناتو هدر بدی باید واسش پول بدی باید کلریتی بخری باید مانگو بخری نه هزینه داره همینجوری نمیتونی اوورت اسپل بزنی اسپلتو زمانی بزن که بیشترین استفاده تو میکنی یعنی یک تو زمانی بزن که دو نفر بغل همن سه تو زمانی بزن که دو نفر بغل همن و تو اول سه میزنی بعد یک میزنی بعد چهار تا هیت میدی دهنشون سرویس میشه اینجوری نه اینکه همینجوری رسیدین به هم لولاتو بزنی بری عقب به درد نمیخوره یا عالم مانا مصرف کردی هیچی فشار ندی از مین سه یاد نره پوش بدی که با کرید پوش بدی لوتوسو برداری دیگه چی بهت گفتم تاثیر حتکاتو گفتم پوزیشنی که تو گفتم باید پای اونجا رو بزنم آره اون،, اون, حالا اون تیپ خیلی چیزی بود اون تیپ حالا خیلی دیگه لول بالایی بود ولی حواست باشه سینگل پول که میکنی اگر پای اینجا زود بزن و گلد و اکس به هیچ وجه از دست نده ول نکن پول نکن ول کنی بیای مگه اینکه دیگه واقعا یارو داره میمیره یا نمیدونم داریم میکشین باز بازم من میگم عادت کن به اینکه اول این مهمه اون در وحله دوم در وهله اول یاد نره گلد و اکس پیش فارم کناره با با تو از یه جای بعد بیاد دیگه این حلال ترین پوله تو داری سولو اکسپی میگیری این داره سولو اکسپی میگیره لاین داری ست میکنی پولش هم بگیر. از این حلال تر یادت نره جایی که میخوای تیپی کنی و اول نگاه کن بعد تیپی کن ترجیحاً با کیبورد تیپی کن نیار موسو اینجا موسو دوباره بیاری تیپی کیبورد رو بزن تی کلیک کن همون جایی که میخوای تیپی کن این از این و از دقیقه ده به بعد دیگه سعی کن امتحان کنی دیگه اگر تو لاین لازم نیست تیپی نکن اگه همین الان کاری نداری جایی اونجا تیپی نکن راه برو تا اونجا عادت ام. تپ ریسپانشم تیپی کنم تا پو از خودت بگیر ریسپانس رو را برو تاپ که حداقل اگر پایین یا را برو پایین یه چیزی رو ترای کن بعد تیپی کن تاپ یه کار جدید بکن ببین جواب میده نمیده یا بدم مثلا بمیریم تقصیر من بوده دیگه حالا یعنی چی جوین بدم بمیریم بعد اون شرایط رو دید پایین دمیجشون کم بشه ولی مثلا میدینشون تیپی کنه ستاونو بکشه خب ببین یا اینا همش تجربه است مثلا تو برات دفعه بعد تجربه میشه که تو میری مید لینره که تیپی کرد سری بک میدی یه تیپی فورس بکنی بک میدی اینجوری نیستش که من میرم یا میکشیم یا میمیریم تو میتونی بری اگه ببینی داری میکشین که خب بکشین اگه ببینی ا اضافه شدن زیاد شدن بی خیال شی و, بک بدی حالا اگر اونا بک ندادن مثل تو نمیدونستن و مردن دیگه تقصیر تو نیستش که اگر تو بازی تو خوب کنی بفهمی که اوکی ما الان زورمون میرسه اگر مید لینر تیپی کنه ستامون میمیریم پس من بک میدم حتی جفت اونا بمیرن تا بیای عقب اوکیه چون تو بازی و بلدی تو یاد گرفتی که ما جوین برای همین میگم امتحان کن اصلا تا نمیری خیلی دستت نمیاد که الان این جوین درسته این جوین غلطه بعد فیل بشه جوین تا یاد بگیری جوین خوب چیه من هر چقدرم الان برای تئوری ببافم تئوری کرافت کنم یاد نمیگیری که خودت باید حس کنی که الان من اینجا قوی میکشیم یا الان من برم اینجا فید میدیم چجوری جو میخوای یاد بگیری بعد سرت بیاد دیگه نترس از اینکه جوین بدی نترس جوین بده مردی هم فقط دقت کن چی شد که مردی چه لولی خوردی چی رو در نظر نگرفتی که مردی اینجوری بازیت خوب میشه اوکی این از این توی مید گیم که آها لول یک لول دو تا گفتم یه دونه حتما بگیر خیلی قویه یه لول بگیر خیلی قویه دوت چه درخته که از اون ویژن ندارم یک و دو بزنم قافلگیریشون گیریشون کنم یک سه ب... آره تو فایت ها هم پوزیشنت نه تو دهن شیر از دور بزن این یه ذره سخته و بهش عادت کنی نری جلو تو فایت هرچی تو لاین اتک دادن مهمه تو فایت ها مهم نیست تو فایت ها فقط لولات مهمه از رنج از دورترین رنج ممکن بزنی که دم دست نباشی چون شیشت با یه استاند با یه سایلنس با یه چیز کنسل میشه با یه دیسیبل ساده کنسل میشه از تو بعد از یه جایی بزنی که دستشون به تو نرس هم یک هم ست هم شیشه تو بعد هم دو دوتا میخوره میمیره برای همین گلیمر میخری که دستشون بهت نرسه این هم راجعه که پوزیشنگ فایت هم صحبت کردیم ببین خیلی حرف زدیم تو نصف اینا رو انجام بدی کلی تاثیر داره تو بازیات حالا دوباره این کوچو بشین نگاه کن وادشم که سیو میشه یوتیوبم میذارم ریویوش کن اه. من یوتیوب معروف شدم که آره داداش یوتیوب الان سلام کنید به بچه یوتیوب سلام کنید اینجا کامنت بذارین همین دیگه باز اگر سوال چیزی داشتی دیسکورد بهم بگو حتما دست شما نکن